دانش آموزان عزیز، باز هم یک سلام مجدد. امیدوار هستم که لحظات خوش را به خیر در برنامه درس 11 از اساسات ریاضیات با هم داشته باشیم. میپذیرم که ما 10 درس قبلی را از آغاز اندک سریعتر و خلاصتر کار کردیم، چون اصلا این برنامه پیشگام کنکور و آماده کنکور است و برای دانش آموزای عزیز صنوف پایین و خرد، برادرکا و خوراکای ما یک مقدار کار صورت گرفت. تمرینش و پشتکارش از کتاب مکتب خودتان کار کنه، انشاءالله که به نتیجه میرسید. اما وعده میتونم که از این لحظه به بعد از آغاز کسرها خوب ضربینی و با دقت 100% از جانب خود پیش برم با شما و انتظار تلاش بیش از حد شما را در زمینه داریم. حرفا را ختم میکنیم به نام خدا. امروز میخواییم کسر به شما به معرفی بگیرم که کسر چی است. میپردازیم به یک رسم راسنه. یک دایره را میگیریم، به 4 سه مساوی تقسیم میکنیم، از این تقسیمات مساویانه یک چند سهش خط خط میکنیم. اگر من این نشان بتم به شکل ایکس بی، اگر نشان بتم تقسیمات مساویانش به همیش مخرجیت میکنه به 4 سه و قسمت های خط خط شدهش 1 سه 2 سه این 3 سه. خب پس این نشان میکنم 3/4. اگر مسیر تقسیم 4 کنم مساوی میبرای به جوابش چند میبرای 0.75. دقیقه گوش کاله. کسر در لغت به معنی شکسته بوده، در ریاضی یک شی یا یک واحد را به چند حصه مساوی تقسیم نماییم، از آن تقسیمات مساویانه یک یا چند حصه گرفته شود. یک یا چند حصه گرفتن را کسر گویند، که به 2 نوع می باشد، عام و اعشار. یک تعریف دومی هم داریم. هر عددی که به شکل کامل پوره ارائه شده نتواند، اعداد کسی نامیده می شوند. به 2 نوع عام و اعشار می باشند. یک کسر عام. در رابطه با کسر اعشار معلومات های بازبعدی مکمل داریم، اما کسر عام هر عدد که دارای صورت و مخرج باشند، یعنی که شکل ای بر بی را داشته باشد. خط بر تورکه بخوانیم، تورکه ای و بی هر دویشان شامل اعداد تام باشند، اعداد تام باشد. شرح داده میشه چی؟ بیشان خلاف صفر باشد، به اینی صورت ما کسر عام گفته میتانیم. یک موضوع دیگر متوجه باشید، 4 تا نشانی بسیار دقیق بر کسر عام داریم. کسر عام 1، دارای صورت و مخرج باشند. 2، صورت و مخرج اعداد تام باشند، یعنی اعداد پوره. 3، مخرجش خلاف صفر باشد. 4، چانس غیری کسی شدن نداشته باشد، کسر عام نامیده میشوند. استاد 3 شرطش اگه باشد، 4میش نباشه غلط است. از این 4 شرط اینه که هر 4ش باید باشد. مثلا اگر شما میخواین فرمسال اینه یک شای ما به 4 سه مساوی تقسیم نمایم، از 4 سه فرمسال اینه اگر ما بخوایم چند سهش خط خط بکنم بر از این نشان بتیم، فرض مثال 3/4 چی معنا؟ اینی را گفته تقسیمات مساویانه را به نام مخرج یاد میکنن که در پایین خط بر. قسمت های خط خط شده شه یا گرفته شده شه به نام صورت یاد میکنن در قسمت بالای خط بر. و اینی خود بر خط بر خط کسری میگوین. خط چی؟ خط کسری گفته میتونیم، یا خط بر که برش میگیم. 3/4 چی مانا؟ از 4 سه 3 سهش گرفته شده. و یا کس دیگه داره مانند 5/7، از 7 سه 5 سهش گرفته شده. و یا کس دیگه مانند داره 8/10، از 10 سه 8 سهش گرفته شده. و یا کس دیگه داریم 15/21، از 21 سه 15 سهش گرفته شده. امثال از اینا چنین کسر اگه باشد. این همه کسرا را کسر عام واقعی می نامن. اما ما کسرهای عام دیگه هم داریم. امیز 4/3 نیست، 3/4 نیست. اگر امو فرض مثال باشد 5/2، اگر امی باشد 7/3،
اگر امی باشد اشت بر پنج امثال از اینا. اینا را کسرهای عام غیر واقعی، کسرهای عام، کسر عام غیر واقعی، غیر منطقی میگویند. یعنی چی؟ کسرهای عامه که صورتش نظر به مخرج کوچکتر باشد، کسر عام واقعی نامیده میشوند، کسر عام منطقی نامیده میشوند. کسرهای عامه که صورتشان از مخرج بزرگتر باشند، کسر عام غیر واقعی، کسر عام غیر منطقی مینامند. یعنی چی؟ یک دانه نان به دو سه تقسیم کردیم، پنج سهش گرفتیم. تقسیم غیر منطقی، غیر واقعی جلوه میکنه، اما باز یادت نروه دارای صورت و مخرج است، مخرجش خلاف صفر است، صورت و مخرج اعداد تام است، چانس غیری کسی شدن هم نداره، بنان کسر عام است. حتی اگر بخوایی رسم میتونی بر از امی پنج بر دو، میخوایم یک رسم بکشم به خاطر دقت بیشتر تو، پنج بر دو چی مانا؟ چی مانا دانش آموزای عزیز؟ یعنی که مخرج کس اندازه تقسیمات نشان میده، یعنی که دو تقسیم، دو تقسیم. صورت چرا نشان میده؟ از امی تقسیمات پنج برابرش گرفتن، پنج سه گرفتن. خیمه بر ازی باز مجبور استم که یک رسم دگام بکشم، باز یک رسم دگام بکشم. این حال مکل زیر خط خط کنم. مخرج اندازه تقسیمات نشان میده دو تقسیم، دو تقسیم. صورت خط خط شده رو نشان میده یک تقسیم، دو تقسیم، سه تقسیم، چهار تقسیم، پنج تقسیم. به می خاطر است که در جای ازی باز نشان میکنن دوی پوره سه کنن، اینی آخرینگه شبلی هم رقمی باز یک بر دو هم نشان میکنن، دو سهی یک بر دو. پس ما دسته دیگه از کسرهای عام هم داریم که به نام کسر عام عدد سیدار، کسر عام مخلوط نامیده می شوند. یعنی کسرهای عام هستند که یک قسمت شعداد سی، قسمت دیگر شعداد کسی می باشند، یک قسمت شعداد سی، دیگر قسمت شعداد کسی می باشند، چهار سی یک بر ده، یک قسمت شعداد سی، دیگر شعداد کسی می باشند. چه قسم خوانده می شه؟ سه سی چهار بر پنج، پنج سی دوی بر ده، چهار سهی یک بر ده، و یا دو سهی یک بر دو، که با استفاده از عملی غیر واجب کسرهای عام ترکیبی را به کسر عام غیر واقعی تبدیل کرده می توانیم. در درس بعدی باز بخیر می بینیم. حالا به عنوان اختصار کسرهای عام مراجعه میکنیم. با وصف که انتظار دارم که همه عزیزان شاید اکثرا اختصارم یاد داشته باشن. اما اختصار یعنی چی؟ اگر ما داشته باشیم که 12/24 عملی تقسیم کردن صورت و مخرج بالای مقسوم علیه مشترک، یعنی قاسم مشترک، اختصار نامیده میشود، و یک کسر زمان اختصار شده میباشد که بین صورت و مخرج هیچ قاسم مشترک غیر یک وجود نداشته باشد، و به دو طریق، به طریقه سطر در یک خط و یا به طریقه ستون انجام می آمد. مثلا مثال شماره یک، می توانیم 12/24 که داری اردویش تقسیم دو کنین، اردویش تقسیم دو کنین، 12 را تقسیم دو کنیم 6 میشه دانش آموزه عزیز، 24 تقسیم دو کنیم 12، باز تقسیم دو می کنیم 6 هم تقسیم دو، 12 هم تقسیم دو، بازم 6 تقسیم 2 تان 3 میشه، 12 تقسیم 2 تان 6 میشه، باز صورت و مخرج تقسیم 3 میشه، 3 تقسیم 3، 26 هم تقسیم 3، 6 تقسیم 3 تان 1 میشه، 6 تقسیم 3 تان 2 میشه. این جواب سوال ما. یک جمله دقیق، مقدار هر کسر اختصار شده آن میباشد، مقدار اصلی هر کسر اختصار شدهش می باشد، یعنی که اصلی از این کسر یک بر دوسته. اما اگر من میخواستم امی 12/24 هم میتونستی رقمی هم اختصار کنی، چه رقم؟ 6 2 12 1 2 2 2 2 4.
باز میتونستی به دو خسار کنی، 3-2-6، 6-2-12، باز میتونستی 1-3-3، 2-3-6. پس جواب آخری سوال 1-2. ویا به عین سوال بازم یک دفعه دگاه مگم همین خواستم 12-24 اختصار کنم، میتونستی به 3 اختصار کنی، میتونستی به 4 اختصار کنی، میتونستی به 6 اختصار کنی، میتونی به 12 اختصار کنی. پس به 12 شروع کنی بهتر است. 1-12-12، 2-12-24، هر طریقی را به کار بری. جواب سوال 1-2، 1-2، جواب سوال 1-2، جواب سوال 1-2. پس ما نتیجه گرفتیم از این مثال، هر چقدر به اعداد بزرگ اختصار کنی بهتر است. مثال شماره دوم کار میکنیم. مثال شماره دوم، خوب متوجه باشی، اگر داشتی که 205 بر 515 غلط نکنی، هر دوش به 5، بلا میتونی به 5 شروع کنیم، 4-5-20، 1-5-5، 1-5-5 اگر دو خانه رمزمان اختصار کدی، 1-0 بگذاری اول، 3-5-15 دیگه اختصار نمیشه، 41 بر چند، 41 بر 103. یک کسر زمان اختصار شده میباشد که بین صورت و مخرج هیچ مقسوم علیه مشترک وجود نداشته باشد. مثال سوم، در مثال سوم متوجه باش دانش آموزای عزیز، اگه ما در صورت و مخرج اعداد صفردار داشتیم، با تعداد صفرهای صورت میتونین از مخرج از بین ببرین، بقیه تقسیمتان تا حد امکان ادامه بتین. 1-5-5، 8-5-40، جواب آخری سوال 1-8، 1-8. مثال شماره 4 ما، اگه ما داشتیم که 20500 تقسیم فرزن سال 40000، 2-0 صورت کرده، 2-0 مخرج، خلاص اوش کنی که 0 کده زی خلاص نکنی. 4-5-20، 1-5-5، 8-5-40، 0 من 0 شام خودش، 41 بر 80، اختصار نمیشه، خودش جواب سوال است. اما مثال شماره 5 متوجه مثال دیگم، 522 بر 422، اوش کنی که 2 دانه 2 خلاص نکنی، که مطلق باز غلط استی کارت، یک کار نادرست. پس این کار ما نمی کنیم اصلا. خیلی چه قسم اختصار کنیم اینه؟ 522 بر 422 را منظم اختصار کنن در سای گذشته واری، 2-2-4، 1-2-2، 1-2-2، 2-2-4، 1-12-6-2-12، 1-2-2 دیگه نمیشه اختصار که نمیشه، خودش جواب سوال است. 261 بر چقدر بر 211. با وصف که اختصار یاد داشتی، باز هم نکات لازم مورد نظر ما برات یادآوری کردم، اما تمرینت خیلی زیاد میکنی در این مثالا. لحظات قبل برتان یادآور شدم که ما به صورت عموم در ریاضی 3 نوع کسر داریم، کسرهای عام واقعی یعنی صورت از مخرج کوچکتر، کسرهای عام غیر واقعی یعنی صورت از مخرج بزرگتر، دسته سوم کسر عام عدد سیدار، کسر عام مخلوط، کسر عام ترکیبی که برش میگن. او چی است؟ مثل 5-2/4 سوال اول. سوال شماره دوم، مثل 3-1/2 مثال شماره سوم، 4-3/10 امثال زمینا، که با استفاده از غیر واجب یا تجنیس که برش میگن میتونیم که به کسر عام غیر واقعی تبدیل نماییم. حتی اگر پافشوری کنیم یک تعریف هم برش گفته میتونیم، طریقه تبدیل نمودن کسر عام عدد سیدار به کسر عام غیر واقعی تجنیس نامیده می شود که قرار ذیل اجرا می گردد. چه رقم؟ گفت عدد صحیح را ضرب مخرج جمع صورت می کنیم. عدد صحیح یعنی که 5-4 جمع 2، مخرج کسر به حالش باقی می ماند. 5-4 = 20، 20 جمع 2 بر چند؟ بر 4. 20 جمع 2 = 22، 22 بر 4. اگر 22/4 اختصار میکنی، اختصار کردنش مجاز است. هر کس که اختصار شود معمولا اختصار میکنن. پس ما و شما میتونیم در صورت ضرورت اختصار کنیم، 1-2-2، 1-2-2، 2-2-4، جواب آخری سوال ما 11/2.
اما این طریقه بسیار خوبش است برای مو شاگردای صنف 4 و 5 دگه. اما ما اگه برای کانکور کار کنیم، ما از این بود سوالای مغلق‌تر وقت کم ضایع کنیم، بخوایم زودتر کار کنیم، اما در روش اصلی گفت عدد 3000 مخرج جمع صورت، عدد 3000 مخرج جمع صورت. همین جمله رو چند دفعه گفته برو. 3000 به 2 جمع 1، 3000 به 2 6، 6 جمع 1 7، این 7 بر 2. و یا 4 ضرب 10 40، 40 جمع 3 43، 43 بر 10. اگر اختصار میشه اختصار میکنیم. و یا مثال شماره 4 کتاب، 52 سه سه بر چند؟ سه بر 100 مساوی است با 52 ضرب 100 جمع 3، 52 ضرب 100 5200، جمع 3 دگام 5203 بر چقدر شد؟ بر 100. اگر اختصار میشه اختصارم میکنیم. مثال شماره 5، 1 سه 4 بر چقدر؟ 4 بر چند؟ 4 بر 70 مساوی است با 1 ضرب 70، 70 70 جمع 4 74، 74 بر چند؟ 74 بر 70. تا حد امکان اختصار کنین. 3 2 6 یک شپلی چارده، هفت دو چارده، سه دو شش، یک شپلی دشت بلیا، پنج دو هم ده. خیلی جواب آخری سوال، سی و هفته بر چقدر؟ سی و هفته بر چند؟ بر سی و پنج. این است طریقه تجنیس، یعنی که متجانس ساختن. هدف از متجانس چیست؟ یک عدد غیر کسی را با یک کسی شما متجانس می سازن. این است مفهوم غیر واجب. قبلا با عنوان تجنیس و غیر واجب آشنا شدن. یک عنوانه که دیگه داریم، تسه. بعضا میگن برعکس عمل تجنیس را تسه گویند، دقیق است. اما نمیشه برعکس فلانی چیز فلانی چیز گفتن، برعکس فلانی چیز فلانی چیز بویم. نه، چرا سمسای تعریف رو میکنی؟ خیلی تعریف تسه رو میگیم. گوش کنن، طریقه تبدیل نمودن کسر عام غیر واقعی به عدد سیدار تسه نامیده میشود که قرار زیل اجرا می گردد. قرار زیلش یعنی چی؟ من می خواهیم که 15 بر 4 تسعه کنم بر شما. گفته 15 را تقسیم 4 کنین تا زمانی که خارج قسمت و باقی مانده دریافت شود. چند چارت که 15 شود؟ 3 4 ما 12. از 15 که 12 برای 3 باقی، اینی 3 باقی مانده است. و این شاجد گفتن نیست دیگه، مقسوم علی خارج قسمت، ببخشید خارج قسمت. بر شما به عنوان مثال ساده گفته خارج قسمت سی باقی مانده بر مقسوم علیه، سی 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 بر چار. میشه قسم دگان بگویم خارج قسمت سی ادامه تقسیم. مثال شماره دوم، اگه مثال داشته مانند عبده بر پنج، اگه شما میخواستین که تصحیح کنین، عبده را تقسیم پنج میکنیم، سه پنج پانزده، از عبده که پانزده برای دو باقی، سه سهی دوی بر پنج. مثال شماره سه را کار میکنم، خوب متوجه باشی که از پیش تیر نشود. 202 بر 202 بر 20 کار میکنیم، تسعه میکنیم. 202 را تقسیم 20 کنن، یک 20 بگیریم، یک 20 تان 20، از 20 که 20 برای چیز باقی نمیمانند، دو را پایین کردیم تقسیم نشد. خیده اینجا یک صفر بگذاری باز، 10 سعی 2 بر 20. مثال شماره 4 میخواهیم این بار یک مثال تکنیکی تر بس کنیم در مثال های استثنایی. لطفا به این مثال خیلی توجه کنین. مثال شماره 4، این اگه داشتم که 21 بر 5 میخواستی تسعه کنی، 21 تقسیم 5 کنین، مثل مثال های قبلی دانش آموز عزیز، 4 5 تان 20، از 21 20 کم شد 1، 4 سه 1 بر 5، 4 سه 1 بر 5. اما در چارجابه این نیست. در چارجابه چی کردن؟ یک طریقه دیگر هم به کار میبرن بعضی استادا. 21 تقسیم 5 میکنیم، 4 دفعه نمیگیرن، 3 دفعه میگیرن، 3 5 15، از 21 15 کم شد 6 باقی، 3 3 6 بر 5، 3 3 6 بر 5. این هم در چارجابه نگرفتیم. یک تسعه دگام میکنن، امکان داره 21 تقسیم 5 رقمی بگیرن، 2 5 تان 10، از 21 10 کم شد 11 دگر، دو سهی یازده بر پنج، دو سهی یازده بر پنج. امثال از اینا کدام کار دیگه؟
باز برای چی میگه در چهار جا برای رقمی مرن؟ نمیگه تصحیح شدهش، میگه معادل کس 21 بر 5 مساوی است با. یک سوال از جانب شما، ما کدامش استاد انتخاب کنیم؟ در این صورت علاجش چیست؟ علاجش این است که تو 4 دفعه او را باید تصحیح کنی، 5 دفعه تصحیح کنی. علاجش است که 4 جابر غیر واجب کو. هر کدامش غیر واجب شدهش 21 بر 5 میشد نشانی کو. اتفاقا در این سوال یا 21 بر 5 یا 21 بر 5 یا 21 بر 5 حتما یک جز می داشت که سه جواب درست است، نشانی میکردم تا جز اگه می داشت. پس در تصحیح انتظار چنین حالات در مثال های استثنایی داشته باشن، اما در مثال های معمول و نرمال همون گپای قبلی بود که من بر شما گفتم. دانش آموزای عزیز، مبحث کسرها خیلی جدی است، هیچ قسمتش از پیش نمونه، بدون غیرازری، بدون بحث یاد نگرفتن باید این با درس خود دنبال کنیم. بنان این بود درس امروز ما، بقی روز روزگار خوش بر شما، الا دیدار آینده در سنوف و یا در برنامه درسی. خداوند یار مددگار همه شما، خدا حافظ.